نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسین شیرازی روز پنج شنبه 25 محرم سال 1446 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در رابطه با دلیل خطاب دلیل خطاب قرار دادن تمام اهل دنیا توسط حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف در هنگام ظهور فرمودند از قرآن کریم تا رسول خدا تا امیر تا حضرت فاطمه زهرا و تا تمامی ائمه اطهار علیهم السلام در آیات قرآن کریم و روایات توصیه های خود را به تمامی اهل دنیا بیان کردند معظم الله در ادامه فرمودند در قرآن کریم مکررن از تعبیر یا ایها الناس استفاده شده که ناس هم به معنای کل بشر است و اختصاص فقط به شیعیان و حتی مسلمانان ندارد ایشان با اشاره به واقعی قدیر فرمودند در روز قدیر که فقط مسلمانان حضور داشتند و هیچ غیر مسلمانی در آنجا حضور نداشت در عین حال رسول خدا در این روز از تعبیر معاشر و ناس استفاده کردند که منظور از این عبارت خطاب قرار دادن کل بشر بوده است آیت الله لزمان شیرازی تاکید فرمودند لذا توصیه و احکام قرآن و اهل بیت برای تمامی بشر است و بسیاری از مردم در اینکه این حقایق به تمامی بشر نمیرسد مقصر هستند بنابراین بر همه مؤمنان لازم است برای رسیدن فرهنگ قرآن، فرهنگ قدیر و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به تمامی دنیا تقصیر نکنند معظم الله در ادامه فرمودند بنابر همین سنت حضرت حجت سلام الله علیه در هنگام ظهور تمام مردم دنیا را مورد خطاب قرار می دهند با هم فرمایشات آیت الله لزما را ببینیم و بشنویم مولانا فاطمه الزهراء سلام الله عليها در مسجد رسول الله صلى الله عليه واله بعد استشهاد النبي من كان في مسجد رسول الله كلهم اصحاب النبي منافقون و مؤمنون فاطمة الزهراء تقول أيها الناس ليش أيها الناس هذا لأنه معنى أن هذا الكلام هذه الثقافة لجميع البشر بس مقدمة الوجود أنه المؤمنون عليهم أن لا يقصروا في إيصال هذه الثقافة ثقافة القرآن ثقافة الغدير ثقافة أهل البيت إلى كل العالم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله عليه تبعا للقرآن ولأجداده طال يقول يا أهل العالم من هالجهة